پیامدهای ترور ترامپ و واکنش‌ها به تهدیدهای تروریستی رژیم. نیویورک تایمز درباره کشف توطئه رژیم آخوندی برای ترور ترامپ نوشت، در حالی که رژیم ایران قبلاً آمریکاییان را هدف قرار داده، اما تلاش برای سوء قصد به پرزیدنت سابق که کاندید ریاست جمهوری است، یک تشدید دراماتیک خواهد بود که تهدید جنگ بین دو کشور را دارد و لذا مقامات آمریکایی تلاش داشتند مشخص کنند که این خبر صرفاً تمایل بوده یا طرح مشخصی در کار بوده است. نیویورک تایمز افزود گزارشات حاکی از تهدیدات رژیم ایران علیه مقامات دولت ترامپ نظیر مایک پومپئو وزیر خارجه سابق و جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی موجب شد که حتی بعد از رفتن آنها از دولت حفاظت دولتی برای آنها در نظر گرفته شود. نیویورک تایمز در ادامه نوشت آدریان واتسون یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای گفت ما تهدیدات رژیم ایران علیه مقامات دولت سابق ترامپ را برای سالیان دنبال کرده ایم که قدمت آن به دولت قبلی برمی‌گردد. این تهدیدات ناشی از تمایل رژیم ایران برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی است. از نظر ما این یک مورد امنیت ملی با بالاترین اولویت است. Look, it's been pretty clear, I think, since the Trump administration quite correctly sent the head of the Quds Force, Qasem Soleimani, to an early exit. He deserved it. He was a terrorist. He had killed Americans. He deserved exactly what he got. The Iranians, in response, decided that they were going to take some measure of retaliation. They specifically. John Bolton, در مصاحبه با تلویزیون CNN درباره توطئه رژیم برای ترور ترامپ گفت از زمانی که ترامپ به حق قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رژیم ایران را از میان برداشت، رژیم ایران تشنه انتقام از او بوده است. این تهدیدات هم صرفاً پچ‌پچ در شبکه‌های مجازی نبوده، بلکه واقعیت دارند. آسوشیتد پرس نوشت مارک اسپر وزیر دفاع سابق یکی از مقامات دولت ترامپ که به دلیل تهدیدات رژیم ایران تحت امنیت دائمی قرار دارد روز چهارشنبه گفت که زمان آن فرا رسیده است که دولت بایدن بهتر از صرفاً اقدامات دفاعی عمل کند. اظهارات او اولین سخنان یک مقام دولت ترامپ بود که پس از گزارش‌ها مبنی بر آخرین تهدیدهای رژیم ایران علیه ترامپ که این هفته منتشر شد بیان شد. مقامات اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده میگویند که رژیم ایران قصد دارد انتقام قتل قاسم سلیمانی در سال 2020 را که ترامپ به عنوان رئیس جمهور دستور آن را داده بود بگیرد. اسپر در کنفرانس سالانه مجمع امنیت آسپن در کولورادو با اشاره به توطئه خونسا شده قبلی علیه جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق ترامپ گفت این اقدامات سالها ادامه دارد و ما باید بهتر از صرفاً اقدامات دفاعی عمل کنیم. اسپر گفت که توطئه‌های بیشتری کشف شده است، اما توضیح بیشتری نداد. در همین حال، سومین روز کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان برای معرفی دونالد ترامپ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری روز گذشته برگزار شد. در این گردهمایی جیمز دیوانس که توسط ترامپ به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی شده سخنرانی کرد و اعلام کرد که رسماً نامزدی معاونت ریاست جمهوری در انتخابات آمریکا را می‌پذیرد. He also understands that when faced with multiple adversaries across the globe, the Reagan principle of peace through strength is the only road for safety for the America and the American people. در کنوانسیون جمهوری‌خواهان نیوت گینگریچ رئیس پیشین کنگره آمریکا در سخنان خود ضمن حمایت از سیاست‌های خارجی ترامپ گفت ترامپ به خوبی می‌داند مواجه شدن با دشمنان در سراسر جهان بر اساس اصل صلح از طریق قدرت است. این تفاوت اصلی سیاست واقع‌بینانه مبنی بر قدرت قاطع او و سیاست مماشات و توهم‌آمیز دولت کنونی است. A growing coalition of dictatorships is actively trying to undermine American power and conquer America's allies. A religious dictatorship in Iran, which chants death to America, is on the verge of having nuclear weapons.
گینگریچ افزود یک دیکتاتوری مذهبی در ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است. پس پیام در رأی‌گیری نوامبر آینده خیلی روشن است. شما می توانید به قدرت و صلح با ترامپ رأی دهید. Taking out al-Baghdadi and Soleimani, ending the ISIS caliphate. کلین کانوی مشاور و مدیر تبلیغات انتخابات پیشین ترامپ در سخنان خود گفت ترامپ قاسم سلیمانی و البغدادی را به هلاکت رساند و به خلافت داعش پایان داد، چرا که ضعف است که دشمنان ما را جسور می کند و شر را توانمند می سازد و در مقابل دشمنان تنها پاسخ قدرت است. سلیمانی and the ISIS caliphate were eliminated. President Trump withdrew from the Iran deal. لیزلدین نامزد فرمانداری ایالت نیویورک ضمن تایید کاندیداتوری ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا گفت در دوره ریاست جمهوری او بود که قاسم سلیمانی و داعش از بین رفتند. ترامپ بود که از توافق برجام خارج شد و باج دادن جنون‌آمیز به رژیم ایران را متوقف و با فشار حداکثری این رژیم را فلج کرد. Enemy states like Iran, they oppress their own people, especially their women. نانسی میس نماینده کنگره آمریکا در سخنرانی خود در کنوانسیون جمهوری‌خواهان ضمن حمایت از دونالد ترامپ خواستار یک سیاست قاطع در روابط خارجی آمریکا شد. وی رژیم آخوندی را دشمنی نامید که مردم به خصوص زنان را سرکوب می‌کند. آسوشیتد پرس نوشت در حالی که مبارزات انتخاباتی آمریکا به روزهای حساس نزدیک می شود، کاخ سفید اعلام کرد آزمایش کووید 19 جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در سفر به لاس وگاس برای شرکت در یک گرد همایی انتخاباتی مثبت شد و وی علائم خفیفی از بیماری را تجربه کرد. کارین ژان پیر سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت بایدن به خانه شخصی خود در شهر دلوور پرواز خواهد کرد و در آنجا ایزوله خواهد شد. به گزارش آکسیوز، پیش از این بایدن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بت نیوز گفت در صورتی که پزشک تشخیص دهد که وی دارای بیماری است، از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری خواهد کرد. آکسیوز افزود بایدن همکنون از جانب گروهی از قانونگذاران دموکرات تحت فشار است که از او می‌خواهند کنارگیری کند. بر اساس یک نظرسنجی جدید که روز چهارشنبه انجام شد، نزدیک به دو سوم رای دهندگان دموکرات خواهان کنارگیری بایدن از رقابت انتخاباتی هستند. به گزارش CNN، آدام شیف از اعضای ارشد حزب دموکرات در مجلس نمایندگان با صدور بیانیه‌ای رسماً از بایدن خواست از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا کنار بکشد. رویترز نیز گزارش داد چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا نیز در جلسه روز شنبه سنا به بایدن گفت اگر به مبارزات انتخاباتی خود پایان دهد برای آمریکا و حزب دموکرات بهتر است.